سلام دوست عزیز به انگلیس خوش آمدید روح الله هستم و امروز یک بحث گرامر را به بررسی می گیریم adverbs یا قید ها از جمله بحث است که ما در پارس شروع کردیم تا حال nouns, pronouns, verbs, adjectives را به دامی ای سلسله بحث adverbs قید ها را می خاریم که در تصویر می دوستا نشته است when to what extent where and what manner how to suppose him we solo trasho mo boy kaid meeting when you on a chazamon by mo kaid a zamondari today tomorrow yesterday last week you know kaid to what extent Yoni know so very quiet less chakat where kojol here there masalan uh, out you know uh jawab soal where has masalan at home waktu kamu ngin at the office at work uh and how you know qoyde makan has in what manner ba che shakl ba che or hesta fast slowly Quickly, carefully, recklessly, uh, historically, uh, financially, beautifully, nicely, чигуне. How, бами шекел чигунегі ек маурда поршан мікунем. Паз вен кей басра шоралукрем астерифе ходе кайд. What is an adverb? Хайд An adverb is a word that modifies an adjective, a verb, or another adverb. دوستا قید یک کلمه است که توصیف میکنه بیان میکنه یک صفت را یک فیل را و یا هم یک قید دیگر را و این که قید سه وظیفه داره قسمه که پیشترام گفتم قید ها استفاده میشند که پاسخی سوال ها را بدن. where, when, why, how to what degree, under what conditions پاسخ سوال کجا، چه زمان، چرا، چیگونه تا چه حد یا تحت چه شرایط؟ پس قیدهایی داریم که بیانگر مکان، زمان، دلیل، چگونگی، درجه هست و این می انواع مختلف قیدها هم روز میخوانیم خب پیشتر گفته یک قید میتونه فعل فیل را توصیف بکنه An adverb can modify a verb مثلا فیل چیست؟ عمل شیک قول دادن پت گذاشتن اینا عمل است وقتی برهم علی شیکس هانس فرملی علی محکم قاول میته حالا باید سوال بپرسیم که شیکس هاو چگونه قول میته پاسخش میشه فرملی محکم پس فرملی یا قید شد که عمل شیک هانس توصیف میکنه بوت د استک of بوکس در بوت د استکس اف در یعنی اون مجموعی کتاب ها رو اونجا بگذار دوستا stack یعنی دسته گروه مجموعه خب حالا سوال بپرسیم put where کجا بگذارم پاسخش میشه there پس there یک قید شد قید مکان استفاده میشه که فیل را توصیف بکنه که کجا گذاشته شود there آنجا و هم گفتیم که an adverb can modify an adjective قید استفاده میشه که یک صفت توصیف بکنه مثلا لیسا was extremely generous لیسا فوق یک فرد سخاوتمند بود سخی بود جنرس سخی حالا باید بپرسیم how generous was she چقدر چطور او یک آدم سخی بود extremely به نهایت یا فوق پس extremely دیگر generous توصیف میکنه که یک صفت هست Her boyfriend is intensely jealous دوست پسرش به شدت حسود است Jealous صفت هست حالا سوال بپرسیم How jealous is he چقدر او حسود است Intensely به شدت An adverb can modify another adverb یا قید استفاده میشه که قید دیگر هم توصیف بکنه مثلا extremely را پیشتر گفتیم قید است حالا enthusiastically هم یه قید است یعنی به شکل علاقمند He responded extremely enthusiastically کاملا با شوق با علاقه پاسخ داد How did he respond? Extremely enthusiastically یا yeah, Judith dresses so elegantly Judith بسیار ظریف زیبا لباس می پوشه So یه قید هست Elegantly همچنان یک قید هست other adverb use استفاده دیگر قید است که میتونه یک جمله کامل را توصیف بکنه وقتی که در اول جمله قرار بگیره truthfully i do not agree with your statement صادقانه با جمله شما موافق نیستم پس وقتی در اول جمله honestly truthfully uh, similarly uh, respectfully از اینا در اول جمله آمد لند آنمو جمله را توصیف میکنه با متوجه باشین که پس از این باز استفاده میکنیم حالا چطور قیده ها را بسازیم دوستا اکثر قیدها ها با اضافه کردن الوای در ختم یک صفت شکل میگیرن مثلا نایس nice یک صفت است الوای که اضافه کنیم نایسلی قید میشه مثلا ریسنت uh, یک صفت هست وقتی که الوای اضافه بکنیم ریسنتلی اما بعض قوانین دیگه هم دارند که قیدها بدون الوای خط میشن پس بین اینا رو بررسی بگیریم adverbs can have inflectional endings for comparative and superlative degrees often formed by adding ly to the adjective form خب در کل در آخر صفات وقت الوای اضافه بکنیم باز ما شکل comparative و superlative degree قیدها را ما میتونیم بسازیم Uh, مثلا radiant یک صفت هست یعنی درخشان radiantly خیدش میشه certain مطمئن certainly مطمئن odd عجیب oddly یعنی به شکل عجیب impressive impressively پس بینید که با اضافه کردن ال ما صفات را به قید تبدیل کردیم

مثلا straight میتونه هم صفت باشه هم قید باشه late صفت هست و همچنان قید هست far میتونه صفت باشه میتونه قید right دیگه rightly نداریم farly نداریم uh, early daily weekly hourly اینا خودشان الوای دارن هم صفت میتونن باشه و هم میتونن یک قید باشن Some words are almost always adverbs but are not identified by an LY ending. Basical Motas Dusok also Anyway, ever, somewhat, fast, indeed, yesterday, maybe, never, not, now, often, sometimes always, only, perhaps quite, rather seldom, so somehow, soon, tomorrow, then, there, today, to, very و غیره دیگه کلمات هم وجود داره اینا هم قید هستن خب بیشتر گفتیم که قیدها درجه کمپراتیف و سپرالاتیف داره این شکل صفات اگر بخوایم که ای آر اضافه بکنیم باز شکل کمپراتیف شکل میگیره شکل مقایسه ای مثلا سون سر بزودی سونر یعنی سریعتر. Late, later. Fast, faster. مثلا I drive faster than my father. ما از پدرم کرده سریعتر درایو میکنم. پس عمل drive توصیف کردم و مقایسه هم کردم. اگر بخوایم شکل سوپرلاتیو یا um, شکل افزلی قیدواره بسازیم بس ای اضافه می کنیم سون سونر سونست late later latest fast faster fastest به شکل ما er و est استفاده میکنیم. و متوجه باشین که قیدهایی که یک هجایی و دو هجایی است ای قانون ندارن اگر قیدها چندین هجایی بود از دو و بالا باز شما قبل از اونا از کلمه more و most استفاده میکنین مثلا quickly more quickly most quickly tenderly more tenderly most tenderly loudly more loudly most loudly kino mani musbat daran yani beshtar sari sari tar sari tarin agar bikhay mani manfi zoba koonim as less or least estefada use less and least with the adverb to show a lesser degree درجه کمتر مثلا quickly سری less quickly کمتر سری least quickly یعنی uh, کمترین سطح سری بودن دیگه در واقعی some adverbs form the comparative and superlative degrees regularly دوستا بعض قاید هستند که بی قایده هست یعنی شما ای آر ای استی more most از اینا استفاده نمی کنین Better, best. You see, it's an uncorrected Badly, worse, worst. Match, more, most. Far, further, furthest. You uh, can find the list of these records on the internet. Now let's see what types of records we Types of adverbs. The first type is interrogative adverbs. Interrogative adverbs ask a question. Guys, interrogative adverbs ask interrogative adverbs قید پرسشی استفاده میشن سوال بپرسن و شامل کدام قید where when why and how این می کلماتی که میبینین قید هست قید پرسشی why do you work so hard where are you going when is your birthday how do you um, go to school در جواب شما دوستا شما یک قید استفاده میکنین وقتی که میگین why do you work so hard I work so hard because I need to make money. In because <laughs> ya qaid dalil Where are you going? I'm going home. In home ya hast. Relative adverbs introduce relative and subordinate clauses where, when, why, and how. the dar in hal inmi relative adverbs bashan yani qeyd rabti do در واقع یک جز جمله گفتم میشن مثلا when you are ready we will go اگر جوهش را تبدیل بکنین we will go when you are ready you did not tell me where you want to go پس ما دو جز داریم یک جز مستقل we will go یا you did not tell me و ویکم جز وابسته که همون جز قیدی هست when you are ready و where you want to go adverbs of time قیود زمان An adverb of time answers the question when. Do so. How After, always, before, during, early, later, never, now, often, rarely, recently, sometimes, soon, then, today, tomorrow, usually, yesterday. What do so you do? Zamanist. John will attend the soccer game after he finishes his homework. Inja after dusa poso chesole when ramiteke? When will John attend the soccer game? Chovak John bab bozi football mipaiwanda poso chmesha? After he finishes his homework, pasadike kar hanegisha halos bukane. Adverbs of manner. Qiyudar rawish. An adverb of manner answers the question how. Dusa qiyudar rawish soale how raw poso مثلا اگر بگوییم How do you drive؟ چطور راندگی میکنی؟ Badly به شکل بد Beautifully به شکل مقبول یا زیبا Better خوبتر Bravely شجاعانه Cheerfully بشاش یا شاد Fast سری Hard سخت Quickly سری Slowly آهسته Healthy سالم Well خوب پس اینا قیود منر روش هست طریقه هست Sarah slowly walked over the rocky beach سارا آهسته بالای اون در واقع ساحل سنگی و صخره ای قدم زد خب چگونه قدم زد how did sarah walk slowly آهسته پس این قاعده های طریق است please speak carefully لطفاً با احتیاط صحبت بکنید please drive watchfully لطفاً با دقت رانندگی بکنید پس اینا قاعده روش است Adverbs of place, khuyu de An adverb of place answers the question where. Doso, khuyu de makon, so'ale where, rajo, mita Koja where. Masa naga where is the cat? Peshek kūjāst. above, away, below, down, here, inside, near, outside, there, up, etc. Metonadar dar po, so'koshe, The cat is up the stairs. Yeni dar, shuman, zile uh, the cat is inside the box that the runa box has below the chair uh, away from home. i have no clue there my con has example, placed the boxes above the file cabinet. mega Susan ujabaharu kujore boloi kabin gusash kabin yae almorikusash almorik file high i do so i want File cabinet. Passo ala where that Susan place the boxes. Susan jawabhatak ko jaguzosh above the file cabinet. Adverbs of degree قید درجه. Dosto قید درجه so how much rajawabmit how much une It describes the strength and intensity at which something happens. Ah, uh, I shamil most. Completely enough, entirely, extremely, hardly, just, little, much, nearly, quite, rather, very, too. It describes the strength uh, and intensity. Masalan John worked very hard to complete his part of the project. very how hard did John work? را می کنند. Very یعنی بسیار. Adverbs of frequency قیود تکرار. دوستا سا تکرار تکرار یک عمل رو بیان می کنه که چند بار اتفاق می پس سال هوافه نجاب میده ده. هوافه چند بار؟ مثلا Always همیشه Never هیچگاه Usually معمولا Frequently اکثرا Occasionally means sometimes بعض اوقات Rarely ندرتن Seldom گاه گاه Sometimes بعض اوقات از اینا تکرار نامعین نشان میدن باب always forgets to check his email before class باب همیشه فراموش میکنه ایمیلش چک کنه قبل از اینکه سن شروع شه حالا اگه ما سوال بکنم که چند بار باب فراموش میکنه که ایمیلش چک بکنه با شما میگن always همیشه خب انواع مختلف قید ها وجود داره یکی از او نوع مهمش conjunctive adverbs است در واقع استفاده میشن ارتباط بتن دو تا کلاس را دو تا جزء مستقل و وابسته را conjunctive adverbs serve as transitional words joining and relating independent clauses conjunctive adverbs یا قیود ربطی ارتباطی شامل accordingly also alternatively certainly uh, consequently finally اینا هست و masala, nevertheless, moreover, previously, therefore, etc. we plan to leave early in the morning. Therefore, we will go to bed early. Inja, therefore, a conjunctive adverb has. Dota, klazra, Yak, we plan to leave early in the morning. we will go to bed early. placement Uh, of adverbs هست یا adverb placement در کجا adverb استفاده بکنیم در یک جمله چه موقعیت داره um, ای بسره که خیلی ساده است برتان کتا تشریح میکنم at the beginning of a sentence or a clause در آغاز یک جمله دوستا در آغاز یک جمله یا کلاز میتونین یک قید استفاده کنین clearly John has a problem arriving to work on time پس اینجا clearly یک قید شد در اول جمله at the end of a sentence or a clause. میتونید در آخر یک جمله Sarah and John attend the opera frequently. ما هم در جملات در وسط قبل از فعل میتونید قید Bob and John have always participated in the soccer tournament. ادوسا یک نکته در مورد قیود تکرار یا adverbs of frequency بگیم، که اکثرا اینا رو شما پیش از main verb um, i always study you always drive to school masalan she always cooks dinner faces feel is to follow them i can to be verbos to follow them i masalan he is always sleepy in Jodhika is to be verbos what pasa to always amada faces to be verbos for the neck range the uh, size is about basic gramaramro so -um ke water some moofit تا درس بعدی خدا نگهدار